سلام بچه، امیدوارم پر انرژی و عالی باشین. با بخش دوم از شب امتحان نهم در خدمتتون هستم. بچه توجه کنید، ما شب امتحان نهم رو به این شکل در نظر گرفتیم که بخش اول یعنی فصل اول علومتون باشه که در مورد صحبت کردیم، فراتر از علوم هم حتی صحبت کردیم، یعنی یه مقدار از مباحث سال دهم هم وارد شد، یه سری دیتا بهتون دادیم، بخش حفظی هم حس می‌کنم تا حد زیادی پوشش داده باشم. در مورد بخش دوم که در مورد انواع ترکیب‌های یونی و مولکولی صحبت می‌کنه، خیلی بخش مهمیه. خیلی از بچه‌ها این بخش رو امتحان دارن، یعنی فصل 1 علوم و فصل 2 علوم. بعد مابقی امتحانش مثلا میشه برای فصل 6 7. پراکنده است بچه‌ها، امتحانی که می‌گیرن ترم اول سه فصل اولتون متمرکز معمولاً نمیاد توی امتحان، چون شیمی میشه سه فصل اول کتاب علومتون. حالا به هر ترتیب، اگر دانش آموزی آرایش الکترونی یا ترکیب نویسی یونی رو در سطح پیشرفته یاد گرفته و قرار آزمون بده، آرایش الکترونی که میگم منظورم مدل برو اینا نیستا، منظورم اصل آفبا زیر لایه ها اینها رو هم درس گرفته، میتونه بره شب امتحان دهم تو همین کانال وبلاگ، شب امتحان دهم بخش اول رو هم ببینه که تسلط 100% داشته باشه رو مباحث فصل اول و فصل دوم علومشون. بس این توصیه کلی من بود، ولی خیلی از بچه اصلا فصل دوم رو امتحان ندارن. حالا به هر ترتیب ما برای بچه که امتحان دارن داریم این محتوا رو آماده میکنیم. بچه اول ما یه طبقه بندی داریم انواع مواد از لحاظ پیوند بین اتمشون، یا از دو یون ساخته شدن، یعنی دو تا ترکیبی که بار مثبت منفی دارن و جاذبه بینشون هم جاذبه بین یون‌های مثبت و منفی یا کاتیون آنیونه که بهشون میگیم پیوند یونی، و ترکیب‌هایی که پیوند یونی دارن بهشون میگیم ترکیبات یونی. استفاده از واژه مولکول برای یون‌ها کاملا اشتباهه، حواستون تو این بخش باشه. در مورد مولکول‌ها اگه بخوایم صحبت کنیم، هر ترکیبی که از دو جزء تشکیل شده باشه اما پیوند بینش یونی نباشه میشه ترکیب مولکولی، یا پیوند بینش میشه پیوند کووالانسی. کلا ترکیبای مولکولی ترکیبایی هستن که پیوند بینشون پیوندهای کووالانسیه. در مورد جامدهای فلزی هم که مطمئنا اطلاعات دارین، مثلا سدیم پیوندهای بین اتمهاش از نوع پیوند فلزی که بعدا در مورد صحبت میشه، ما فقط فعلا تو این دوتا هیته کار داریم. گفتم دوتا یون اگر در کنار هم قرار بگیرن میشه پیوند یونی، اگر اون دوتا اتمی که کنار هم قرار میگیرن دوتا اتم نافلز باشن، ماش میگیم پیوند بینشون از نوع کووالانسی و مولکولی. البته این تعریف صرفا برای شماست، یعنی وقتی شما بیاین پایه‌های بالاتر، ما میتونیم چیکار کنیم در مورد این کووالانسی یونی یه سری استثناءات بدیم. یعنی الان به شما اینجا میگن فلز نافلز، اینجا به شما میگن فلز نافلز، جلوتر که به این تعریف دیگه بهتون میدیم، ولی به طور کلی اون کاتیون آنیونه هنوز برقراره، حواستون باشه. در مورد مولکول ها چی میگیم؟ میگیم دوتا نافلز یا چند تا نافلز کنار هم قرار بگیرن، مثلا در مورد ترکیب های یونی این NaCl، این MgCl2، این KCl از دو جزء یونی ساخته شدن. در مورد یون ها هم دقیق صحبت میکنیم، یا مثلا ترکیب های مولکولی این Cl2O7، این SO3، این SO2، این H2O، این آمونیاک، این H3، این همه ترکیب هایی هستن که میتونیم بگیم ترکیب های مولکولی و پیوند بینشون از نوع پیوند کووالانسیه. بچه ها یه توضیح هم اینجا براتون آوردم، میتونیم توضیح با هم بخونیم. ذره های سازنده تمام مواد یا یون ها هستن یا مولکول ها. در مورد ترکیب ها داریم صحبت میکنیم، ما در مورد جامد فلزی یا جامد هایی که از تک عنصر ساخته شدن داریم صحبت نمیکنیم. مثلا شکر از مولکول های چند اتمی گلوکوز ساخته شده، C6H12O6 فرمول مولکولیشه. و نمک خوراکی از یون های مثلا سدیم کاتیون سدیم یا Na مثبت و آنیون Cl منفی ساخته شده. چون ذره های سازنده ماده با هم فرق دارن، به همین خاطر ویژگی های متفاوتی هم دارن که ویژگی ها رو با هم بررسی میکنیم. این کات کبود هم بچه ها خیلی کتاب درسیتون تاکید کرده، همون مسد و سولفاته
که فرمولش هم میشه CuSO4 و آبی رنگ هم هست. در مورد یه سری ترکیبات تو اسلاید بعد با هم صحبت میکنیم. در مورد اول برسیم به خواص ترکیب‌های ایونی بچه‌ها. معمولاً در آب حل میشن. مثلا معروف‌ترین اونها که در آب حل نمیشه نقره کلوریده، یا مثلا کلسیوم فسفات، اینا تو آب حل نمیشن با اینکه ایونی هستن. بچه بلور تشکیل میدن، یعنی ساختارهای منظم دارن. یعنی اگه بخوای یه دونه میکروسکوپ برداری ببینی، میبینی از یک سری باکس های معین تکرار شونده ساخته شدن. شکننده هستن بچه، اگر بهشون ضربه بزنیم به بلورشون میشکنن، به خاطر اینکه بارهای مثبت در کنارم یه قرار میگیرن و دافعهشون باعث شکنندگی اونها میشه. معمولا نقطه ذوب و جوش بالایی دارن، مثلا سدیم کلرید هولوش 900 درجه سانتیگراد دما نیاز داره تا ذوب بشه بچه ها. و حالا فکر کنید دیگه نقطه جوشش چقدر باید بیشتر باشه. به هنگام حل شدن در آب با افزایش نقطه جوش و چگالی آب ما مواجه میشیم. دقت کنید بچه ها، وقتی نمک رو وارد آب میکنید هم نقطه جوشش میره بالاتر، یعنی مثلا دیگه 100 درجه نیست، میشه 105 درجه، 102 درجه، که بستگی به اون نمکی که داره حل میشه داره. و موقعی که داریم بررسی میکنیم نقطه انجمادش چه اتفاقی میفته، نقطه انجمادش هم میاد پایین تر از صفر و از طرف دیگه چگالیش میره بالاتر. همون مثال تخمق و آب نمکی که زده بودیم رو میتونید استفاده کنید. یک ترکیب یونی در مجموع از نظر بار الکتریکی خنثیه، درسته بچه ها از یون ها ساخته میشه، اما در مجموع از نظر بار الکتریکی خنثیه و اصلا بر همین اساس ما میایم فرمول یونی ترکیبات یونی رو مینویسیم، ترکیب های یونی رو مینویسیم. در حالت محلول، یعنی مثلا یه مقدار نمک برداری بریزی تو آب، و در حالت مذاب، حالتی که اونها رو گرما میدیم تا از حالت جامد به مایع در بیان، رسانا هستن. دقت کنید در حالت جامد رسانای جریان الکتریسیته نیستن، این رسانا بودنشون هم در مورد الکتریسیته است. حالا بریم ببینیم مثلا NaCl چجوری تشکیل میشه. دقت کنید بچه ها، سدیم تو لایه آخرش یه الکترون داره و فلزه، کلور 7 تا الکترون داره. اینا دوست دارن به 8 تا برسن، یعنی لایه آخرش اینو تبدیل کنن به 8 تا. اگر 1، 2، یا 3 الکترون داشته باشه، دوست دارین الکترون ها رو از دست بده، که میبینید الان اینجا سدیم یه الکترونش از دست میده. این از دست دادن هم اینجوری نیست، این از دست دادنه میاد سدیم ما الکترون میده به کلور ما. حالا کلور ما 7 تا الکترون داشت، یه الکترون از سدیم قرض میگیره و میشه 8 تا الکترون، و این انتقال الکترون کامله بچه، یعنی این تک الکترونه کاملا از مدار هسته خارج میشه و میشه متعلق به ایون کلور یا همون آنیون کلور. اگر بار مثبت داشته باشه، یعنی ما فقدان الکترون داشته باشیم، کمبود الکترون داشته باشیم، میشه کاتیون ترکیبمون. به تعداد الکترون هایی که کم شده ازش بار مثبت بهش میدیم، و اگر یون منفی بسازه یا الکترون بگیره ما بهش میگیم آنیون، و به تعداد الکترون هایی که گرفته براش بار منفی قرار میدیم. این هم از این. نکته جالب در مورد سدیم کلرید اینه که سازنده هاش با خودش ویژگی های متفاوتی دارن. یعنی چی؟ بچه سدیم یه فلزیه که واکنش پذیره، براق، خطرناکه. کلور هم یه گاز زرد رنگ سمیه، اما سدیم کلرید نمک خوراکیه. میمی که اخیراً ساختن در موردش خیلی جالبه. سدیم و کلور شبیه یه هیولا هن، ولی وقتی کنار هم قرار میگیرن کاملا خواصشون متفاوت میشه. یه مثال دیگه هم بزنم. منیزیم توی لایه آخرش دوتا الکترون داره، گوگرد 6 تا داره. اگر ما این دوتا الکترون یه دونه از منیزیم رو بدیم به گوگرد، گوگرد لایه آخرش میشه 8 تا. خب منیزیم هم یه لایه‌اش از دست میده، میشه 8 تا. یعنی هر دو به 8 تایی میرسن. اینها هم میشن ترکیب یونی. ترکیب یونی مربوط به سدیم کلرید میشه NaCl، ترکیب یونی مربوط به منیزیم و گوگر میشه منیزیم سولفید اسمش هم اگر بخواید. بچه‌ها این نکته‌ای رو بهتون بگم در مورد شعاع اینها. یون‌ها، یعنی اگر A رو در نظر بگیری، هم بتونه مثبت بشه، مثلا میشه A مثبت، A دوباره مثبت، و هم بتونه منفی بشه، بشه A منفی، A دوباره منفی. هر چقدر به سمت منفی ها میایم، اصطلاحی به نام شعاع یونی
زیاد میشه. هر چقدر به سمت مثبت‌تر میریم شعاع یونی کمتر میشه. حالا این شعاع چیه بچه؟ اصلا شعاع اتمی داستانش از چه قراره؟ شعاع یونی داستانش از چه قراره؟ خوب دقت کنید بچه ها. فرض کنید این یه دونه اتمه، این هستشه، فاصله از مرکز هسته تا لایه آخر رو بهش میگیم شعاع. حالا زمانی که این به یک یون تبدیل بشه بهش میگیم شعاع یونی، همین فاصله رو میگیم شعاع یونی. هر چقدر به سمت مثبت تر بریم شعاع ما داره، شعاع یونی ما داره کمتر میشه، هر چقدر به سمت منفی تر بریم شعاع ما داره زیادتر میشه. در مورد خود شعاع اتمی تو جدول توضیحاتش رو بهتون نمیگم، فقط لطفا این رو داشته باشین، توضیح دقیقش رو سال 11 هم خیلی بیشتر میتونید درک کنید. تو یک ستون یا گروه از بالا به پایین شعاع اتمی نه شعاع یونی زیاد میشه، چون لایه ها دارن زیاد میشن، تعداد لایه ها دارن زیاد میشن، و در یک دوره که داری حرکت میکنی شعاع شما داره کم میشه. بچه‌ها که دلیل علمیش هم میخوان، چون در یک دوره لایه ثابت میمونه تعدادش، اما بار مثبت درون هسته که پروتون باشه زیاد میشه، بس این بار مثبت هسته میتونه بیشتر لایه آخر رو به خودش نزدیک کنه، بس فاصله هسته که بخش مثبته تا لایه های الکترونی که بخش منفیان کمتر میشه، به خاطر همین از چپ به راست شعاع کمتر میشه. این هم یه نکته اضافی نسبت به روندهای تناوبی بود. اینجا براتون توضیح دادم که معیار تشکیل یون ها اینه که اگر یک، دو یا سه تا الکترون تو لایه آخر داشته باشن اینا رو از دست میدن، به ترتیب یه بار مثبت، دو بار مثبت، سه بار مثبت میشن. اگر 7، 6 و 5 الکترون تو لایه آخر داشته باشن به ترتیب 1، 2 و 3 الکترون میگیرن تا به 8 تایی برسن و به ترتیب یک بار منفی، دو بار منفی و سه بار منفی میشن. خب توضیحات ما بقیه توضیحات هم اینجا هست توی خلاصتون، اصلا جای نگرانی نداره. حالا برخی از ترکیب‌های مهمی که تو کتاب درسی اومده و احتمال سوال ازش وجود داره، اینا رو بچه‌ها باید دقیق حفظ کنید. اتیلن گلیکول ضد یخ بچه‌ها، یک الکل، حواستون باشه از گروه الکل هاست، ضد یخ به خاطر نقطه جوش و نقطه انجمادش که از اتیلن گلیکول استفاده می‌کنیم، از یخ زدگی آب هم جلوگیری می‌کنه. آمونیاک یک ماده یکی که بحث کردیم دیگه، توی صنایع شیمیایی، توی کودهای شیمیایی، توی مواد منفجره استفاده میشه، یک ترکیب مولکولی، یک ترکیب مولکولی، یک ترکیب مولکولی و یک ترکیب ایونیه به ترتیب. یعنی ستای اول ترکیب‌های مولکولی‌اند، آخری ترکیب ایونیه. که اینم گفتیم، توضیح دادیم توضیحات مربوط به کاربردهاشو. اتانول بچه‌ها C2H5OH، سوخت سبت یا همون اتیلیک الکل. داستان چی؟ همون الکل طبیه که برای ضد عفونی کردن استفاده میشه و به الکل میوه هم شهرت داره بچه‌ها. این هم یک ترکیب کاملا مولکولی و در آب به شکل مولکولی حل میشه. آقا مگه تو آب به شکل دیگه‌ای هم اینا میتونن حل بشن؟ بله، در مورد صحبت میکنیم. آب آهک یا همون کلسیم اکسید. الان یه غلط نوشته، درستش اینه که CaO2H2، این دقیقشه که حالا ایشون تو کتاب درسی ما میبینیم که اینو اشتباه نوشته بچه. بله، کلسیم اکسیده. کلن کاربورد های متفاوتی داره، ولی معروف ترین کاربوردش اینه که بچه ضد اسیده. یعنی میان چیکار میکنن؟ به مزارع کشاورزی که پی اچ خاکشون اومده پایین، یعنی اسیدی شده، میان کلسیم اکسید اضافه میکنن تا پیش رو دوباره برگردونن نزدیک 7. این بود از کاربردهای مهم چند ترکیب. در ادامه بحثتون تو کتاب آزمایش تهیه بلور رو داریم بچه. میخواد یاد بره چجوری نبات درست کنیم. بخوایم خودمونی بگیم، یه مثال کلی بخوایم بزنیم بچه، ما محلول‌ها رو سال‌های پیشم فکر کنم مطمئنا خوندین، چون کتاب یک هو رفته سر همین بحث. ما میایم چی کار میکنیم؟ میگیم محلول ها مثلا اگر A بخواد در 100 گرم آب حل بشه، یه نمکه توی دمای خاص، این یه میزان مشخصی توی آب حل میشه، مثلا تو دمای 25 درجه یه نمک A 30 گرم میتونه تو 100 گرم آب حل بشه، که ما به این میگفتیم حلالیت. حالا اگر 31 گرم از این نمک حل بشه، یعنی وارد سیستم بشه، 30 گرمش حل میشه،
یه گرمش باقی میمونه. اگه 30 گرم واردش کنید هر 30 گرم حل میشه. اگر 29 گرم وارد ظرف بکنید از این نمک، یه گرم دیگه جا داره حل بشه. ما به این حالتی که جا داره حل بشه میگیم سیر نشده، یعنی هنوز جا داره. اون حالتی که دقیقاً حلالیت من برابر مقداری که خودم اضافه کردم میگم سیر شده، اونی که هنوز باشه، اونی که 30 گرم حل شده، یه گرم هم اضافی اومده، یعنی عملاً مقداری که ما وارد سیستم کردیم از مقداری که باید وارد می‌کردیم بیشتره، تو این حالت این یه گرم اضافی اومده میشه سیر نشده دیگه، یعنی حل نشده. میان چیکار میکنن؟ میگن خب اشکال نداره که حل نشده، معمولاً نمک ها با افزایش دما حلالیتشون در آب افزایش پیدا میکنه. میان چیکار میکنن؟ میگن خب دما رو ببر بالا. دما رو که میبرین بالا بچه چه اتفاقی میفته؟ این یه گرم هم حل میشه، چون با بالا بردن دما حلالیت این نمک یا این ماده توی آب داره زیاد میشه. بس همزمان میان هم دما رو زیاد میکنن هم نمک اضافی به این سیستم حلش میکنن. حالا اگر برای شکر بخوایم این کارو بکنیم، میایم توی یک ظرف آب یه عالمه شکر میریزیم، خورد خورد اضافه میکنیم، حلش میکنیم، یه نخم میندازیم داخل ظرفمون، بعد به آرامی سردش میکنیم. بعد مدتی میبینیم یه بلوری تشکیل میشه روی نخ، که این بلور حالا میتونن خواص متفاوتی داشته باشن. ما توی مثال نبات یک ترکیب مولکولی رو داریم ازش بلور میسازیم. بلور یه هسته ای داره که دور و برش هم یه سری ترکیبات ساخته میشن، یعنی عملا بلور شما همون مقدار اضافیه که داخل آب حل نمیشه. وقتی تو سردش میکنی دوباره انحلال پذیری کم میشه دیگه، تو داری دما رو کم میکنی. یعنی اگر تو دما رو بردی 100 درجه، یو انحلال پذیریت از مثلا 30 گرم شده 100 گرم، دوباره دمات میاد میشه 25 درجه. وقتی دمات کاهش پیدا میکنه عملا 75 گرم ماده پس زده میشه. اون 75 گرم ماده همون مقداریه که داره از بلور تشکیل میشه. خب در مقایسه بلورهای سدیم کلورید کاد کبود با شکر، شکر بلور نمک، کاد کبود که مشخصه و ساختار بلوری گلوکوز هم یا همون شکر هم برای ما مشخص نیست و عملا ساختار بلوری نداره بچه. ساختار بلوری نمک هم که مشخصه دیگه، ساختارهای مکعبی هم. این هم از این بحث. میرسیم به یه سوال خیلی مهم در مورد همین بحثی که داشتیم. خوب توجه کنید بچه، میگه اولا میگه که بیان چیکار کنید، معادله نوشتاری بنویسیم. اینجا بر اساس اون توضیحاتی که من میدم باید معادله نوشتاری بنویسیم. میگه محلول مس سولفات بیاد با روی واکنش بده. بچه یادتون باشه در مورد واکنش پذیری که صحبت کردم، روی واکنش پذیرتر از مسه. بس مس رو میندازه بیرون، بس عملا ما اینجا مس برامون تولید میشه و خود روی میره جای مس رو میگیره، بس میشه روی و میشه مس به علاوه روی سولفات. در ادامه بچه ها شیوه تولید گاز آمونیاک تو فصل اول آورده شده. یعنی چی؟ یعنی اینجا باید بنویسی گاز نیتروژن به علاوه گاز هیدروژن به شما میده آمونیاک. اینها رو میتونید سیو هم بکنید، داشته باشین تو ذهنتون، به خاطر اینکه خیلی از همینها اصلا تکرار میشه، خارج از این چارچوب مطرح نمیشه. کات کبود با سدیم هیدروکسید، کات کبود با سدیم هیدروکسید. بچه اینجا شما باید مس سولفات رو بنویسین دیگه به جای کات کبود. جای سدیم و مس تغییر میکنه، حواستون باشه. یعنی میشه مس هیدروکسید. بچه‌هایی که فرمول نویسی یونی خوندن و میدونن که این مس دوه، لطفاً داخل پرانتز دو بنویسن. اگر به شما در مورد کاتیون‌های چند ظرفیتی توضیح ندادن، نیازی نیست این دو رو بنویسی، اصلا دلیلش هم نیازی نیست بلد باشی فعلا. در ادامه این سدیم هم میاد با این سولفات مچ میشه، میشه سدیم سولفات. اگر هم بخوایم واکنش ها رو بنویسیم، این واکنش دومی سنتز یا ترکیب، واکنش اول واکنش جابجایی یگانه است، واکنش سومی جابجایی دوگانه است. و آخری بچه ها میگه چی با چی میده مس اکسید. ما خوندیم که اغلب فلزات با اکسیژن واکنش میدن. مثلا اگر تو مس رو برداری
با اکسیژن واکنش بدی، یعنی فلز مس با گاز اکسیژن بد مس اکسید رو میده، که بازم اینم غلط نوشته کتاب، مس دو اکسید باید مینوشته، چون شما هنوز این رو نخوندیم بس اونها هم در مورد این توضیحی ندادن. بچا جدول زیر هم میتونیم کامل کنیم. میگه اتیلن گلیکول نام عنصر یا ترکیبش. اتیلن گلیکول بچا چی باید بنویسیم داخلش؟ ضد یخ. الکل هم هست، هم میتونید الکل بنویسین هم ضد یخ. اتیلن گلیکول از خانواده الکل ها بود. ظاهرا داخل پرانتز از شما چی رو میخواد؟ خانوادهش رو میخواد. فرمول شیمیایی رو خودش نوشته، بس اگر ننویسم شما باید حفظ باشین. نوع پیوند بچه اینجا پیونده مولکولی یا همون کووالانسی داریم یا همون اشتراکی داریم. اینجا پیوندمون یونیه، بین یون کلسیوم و یون اکسید. پرمنگنات هم بازم ترکیبمون ترکیب یونیه و تو اتانول ترکیبمون ترکیب مولکولیه. در مورد پتاسیم پرمنگنات تو کتاب کاربردی ذکر نشده، ولی به عنوان اکسنده استفاده میشه بدونید. به عنوان ضد عفونی کننده هم سابقا استفاده میشده و توی خیلی از موارد توی شیمی کاربردهای خیلی زیادی داره. اتیلن گلیکول هم که همون ضد یخ بود، کلسیم اکسید ما هم همون ضد اسید بنویسین یا کاربردی که کتاب آورده. اتانول هم برای ضد عفونی کردن یه خیلی مشهوره دیگه. این میشه کلیات این جدول که باید میدونستین. در همین صد از اینا سوال میاد، فراتر از این صد ما سوالی از اینا نداریم. اما به مهمترین بحثمون توی این فصل میرسیم بچه. چی داره میگه؟ میگه مقایسه رسانه آب مقطر و چند مله آبی دیگه. دقت کنید بچه، اگر یک ترکیب یونی که در آب حل میشه بیایم وارد آب کنیم، به یونهای سازندش تفکیک میشه. حالا اینکه به چه یونهای سازنده تفکیک میشه زمانی میتونی در موردش اطلاعات کسب کنی که با من همراه باشی، فرمول نویسی یونی رو یاد بگیری. اینا رسانایشون هم با هم فرق میکنه بچه، ولی عامل رسانایی توی ترکیب های یونی عین نمک خوراکی در آب چیه؟ یونهای سازنده است. بخونید همینو بهش میرسید. میگه آب مقطر نارسانای الکتریکی یا رسانه به شدت کمی داره، ولی وقتی بیا چند تا ماده داخلش حل کنی رسانا میشه. موادی که ساختار یونی دارن به آب خاصیت رسانه‌ای میدن. اینو اصلاح کن، ساختار یونی دارن و در آب حل میشن مانند نمک خوراکی، کاد کبود، ولی خاصیت‌های متفاوتی دارن توی انحلالشون. از طرف دیگه مولکول‌ها هم، ترکیب‌های مولکولی هم میتونن رسانا باشن، اما کتاب درسی شما میگه کلاً نارسانا در نظر بگیرین، عین اتیلن گلیکول، اتانول یا شکر، که شکر همون گلوکوزه. یونها هم که گفتیم ذراتی با بار مثبت یا منفی هستن. توضیحات این بخش رو هم بهتون گفتم، خودتونم میتونید یه مطالعه بکنید. اما دقت کنید بچه ها، الکترولیت چیه؟ ترکیبی که وارد آب بشه و برای ما رسانه‌ای آب رو افزایش بده یا رسانه‌ایش از رسانه‌ای آب خالص بیشتر باشه. مثلا اگه گلوکوز رو شما بیان یا همون شکر رو بیان وارد آب کنید، فقط حالت فیزیکیش از اسم میشه AQ، یعنی محلول میشه توی آب. اما اگر KBr که یک ترکیب یونی وارد آب کنید، به کای مثبت و Br منفی تبدیل میشه، که مجموع این یونها رو ما میتونیم بهشون بگیم عامل ایجاد رسانایی. مثلا ایشون رسانایه و این بالایی نارسانایه، که به خاطر ترکیب مولکولیشه، این هم به خاطر ترکیب یونیشه بچه. عامل رسانایی براتون توضیح دادم. اما دقت کنید چرا فلزات رسانه‌اند؟ فلزات داستان متفاوتی داره. فلزات به خاطر وجود الکترون‌های زیاد در ساختارشون، به همین خاطر ما یک نظریه داریم به نام نظریه دریای الکترون، و عملاً اونها عامل رسانه‌شون الکترون‌ها هستن نه یون‌ها. حواست به این هم باشه. بس این هم شد آزمایش مربوط به رسانه‌ای. ما اینجا بچه یکی از مهمترین بحثامون رو خواهیم داشت، یعنی فرمول نویسی یونی. دقت کنید تمام عناصر گروه یک مثبت یکن، تمام عناصر گروه دو مثبت دو، تمام عناصر گروه 13 یا گروه 3 شما که تو کتاب میخونید مثبت 3، این آلومینیوم، این سدیم یه بار مثبت، لیتیوم یه بار مثبت، اینجا مثلا منیزیم دو بار مثبت، کلسیم دو بار مثبت، اینجا آلومینیوم سه بار مثبت. گروه 14 به غیر از قلع و سرب که قلع SN دو بار مثبت یا چهار بار مثبت و PB هم همینطور،
بقیهشون پیوند اشتراکی دارن. حواستون باشه گروه 17 مثلا این فلور و کلور و بروم همه منفی 1ن و گروه 16 همگی منفی 2، گروه 15 هم همگی منفی 3، این نیتروژن 3 بار منفی. بچه‌ها باید اینا رو حفظ کنید، این جدول رو باید حفظ باشین. حالا همش رو نه، ولی اون بخشی که به گروه 1 و 2 وابسته است رو باید حفظ باشه. دقت کنید بچه، ما برای اینکه فرمول اینها رو بنویسیم خیلی کار راحتی در پیش داریم. همراه من باشین، من میخوام بیام فرمول اینها رو بنویسم. میخوام بیام فرمول، یه اسم ما میده، مثلا میده منیزیم برومید. بچه همیشه موقعی که میخواین فرمول بنویسین، کاتیونتون یعنی اونی که اول اومده سمت چپ نوشته میشه. منیزیم دوباره مثبت رو مینویسی، چون منیزیم یون دوباره مثبته. بروم بچه گروه 17، گفتم همه گروه 17 یا یه بار منفی هن، بی آر یه بار منفیه. حالا میای چه کار میکنی؟ شما عدد اینو در نظر بگیر، عدد اینم در نظر بگیر که 1. عدد این رو میذاری زیروند کاتیونت، عدد کاتیونت رو میذاری زیروند آنیونت و این بارها رو حذف میکنی بعدشو. یعنی الان فرمول نهاییت میشه Mg1Br2. میبینید در نهایت خونسای فرمول مثبت، یعنی بار مثبت منفی براش نمیذاریم. بچه این یک هم اضافی، ما یک رو نمایش نمیدیم، میشه Mg Br2. به همین سادگی فرمول یونی نوشتیم. حالا همینو دوباره میخوایی نامگذاری کنید. ترتیب رو ببینید، نام کاتیون به علاوه ریشه نام آنیون، به انگلیسی البته بچه ها، که اگه روت بنویسین قاطی نمی کنید، به علاوه اید. مثلا منیزیم اسم کاتیونش رو نوشتیم، بروم بچه ها ریشه بروم، خود بروم یه اید اضافه می کنی. یا مثلا ریشه اکسیژن اکسه، بهش یه اید اضافه می کنی، میشه اکسید. یا ریشه گوگرد سولفه، همون سولفوره دیگه، سولفه که بشه اید اضافه میکنید. و به همین ترتیب میان فرمولیونی رو مینویسین. حالا من براتون کلی تمرین اینجا آوردم که از اینا استفاده کنید. اینجا هم لیست رو براتون آوردم، روش رو بهتون گفتم، اصلا نگران نباشین. یه لحظه بیاین اینجا با من همراه بشین. اول بیاین فرمول اینها رو بنویسیم. فرمول اولی بچه، منیزیم کلورید. Mg ما دوباره مثبته، کلور ما یه بار منفیه. نگاه کنید، Mg دوباره مثبته. فقط رو اینا زوم کنم. و کلور ما یه بار منفی، ایشون هم گروه 17. نگاه کنید، عدد اینو میدی به زیروند کلورت، عدد 1 بار مربوط به کلور رو میدی زیروند کاتیونت، میشه MgCl2. به همین سادگی. بعدی بچه لیتیوم کلورید. بعدی لیتیوم کلورید. یکم توجه کنید، فوکوس کنید روش، من گلوی تر کنم. لیتیوم گروه چند بود؟ گروه 1، یعنی یک بار مثبت تشکیل میده. از طرف دیگه کلور همین الان بررسی کردیم، یک بار منفی. بچه‌ها یک و یک با هم ساده میشن، اصلا اینجا دیگه نیازی نیست که بیاین زیروندها رو انتقال بدین. یه بار مثبت یه بار منفی، هدفی که اینجوری زب داری بارها رو به عنوان زیروند اینها قرار میدین میدونید چیه دیگه. میخوایم در مجموع ترکیب ما خنسا بشه. یعنی الان مثلا تو این MgCl2 یه دونه Mg داریم که دوباره مثبت بود، دو تا Cl هم داریم که یه بار منفی بود، جمع بارهامون برابر صفر شد. به همین سادگی، یعنی هدفمون اینه. بچه‌ها یه سوتی دیگه هم بچه‌ها میدم موقع نامگذاریشه. ترکیب یونی مونو دی تری هیچی قبلش نمیاری، یعنی تو وظیفت این نیست که تعداد ترکیب یونی رو مشخص کنی. بعضی از بچه‌ها فکر می‌کنن چون مثلا این دوتا کلور داره برای ترکیب یونی باید بنویسیم منیزیم دیکلورید. این غلطه. تو بنویسی منیزیم کلورید، من میفهمم منظورت چی، چون من حفظم منیزیم دوباره مثبت، Cl یه بار منفی، و شما هم حفظین. یا مثال دیگه اگه بخوایم بزنیم، سرب 2. الان سوال می‌پرسین آقا اینی که داخل پرانتز نوشته دو چیه، چی جوریه؟ این دو بچه‌ها دو تا یک کنار هم نوشته شده، اینا اعداد رومی یا یونانی هن، I2I3I IV. این GTA بازا خوب اینو میفهمن.
این الان نماد عدد دوه. چی میگه؟ میگه سربتو دوباره مثبته. باشه. یود من چند بار منفیه؟ همگروه فلور و کلوره. بازم فرمولش میشه پی بی آی دو. بریم مثال بعدی، سدیم اکسید. سدیم یک بار مثبته، اکسیژن دو بار منفیه. بچه ها بخواییم بنویسید فرمولشو، این دو میشه زیروند سدیم و یک میشه زیروند اکسیژن که نمی نویسیم. مثال بعدی پتاسیم یودیده، بازم که هم گروهی سدیمه، یودم که داشتیم مثبت با منفی ساده میشه، میشه که آی. باریوم فسفید، باریوم بچه گروه دوه و دو بار مثبته، فسفید ما پی سه بار منفیه، فسفر دیگه. سه رو میذاری زیروند باریوم، دو رو میذاری زیروند فسفر و ترکیب نهاییت میشه Ba3P2. این شد فرمول نویسید، فرمولش نوشتیم، سخت هم نبود بچه. بریم سراغ نامگذاری. گفتم تو نامگذاری چی کار کنید بچه. بیاین اول اسم کاتیون بنویسید. کاتیونمون چیه؟ کلسیوم. اینم بهتون گفتم دیگه، ترکیبای ایونی رو چجوری تشخیص میدین؟ ترکیبای ایونی اولشون فلز داره، یعنی الان دیدین کلسیوم فلزه، بس این ترکیب ایونیه، نامگذاریش هم ایونیه، میشه کلسیوم کلورید. این چطور بچه‌ها؟ میشه نقره کلورید، بازم ریشش کلور اید اضافه میکنی. بعدی بچه‌ها لیتیوم داره، در کنارش فسفر داره، میشه لیتیوم فسفید. براتون اسم این آنیون ها رو اونجا آوردم، اگر ریشه براتون سخت یاد بگیرین ریشش. ایشون میشه پتاسیم، کا پتاسیم ها، کروم پروم نگی سوتی به دیگه موقع. پتاسیم فلورید و در نهایت نام کاتیون باریوم، نام آنیون یود، ریشش یود، اید اضافه میشه بهش، میشه یودید. حالا ما چرا اینا رو یاد میگیریم؟ بچه اینجا هم شیوه انتقال الکترون ها توی ترکیب یونی رو دارم میگم. مثلا شما میگی یه ترکیب یونی Na2S، یعنی از هر کدوم از این سدیم ها یه الکترون میرسه به گوگرد تا گوگرد لایه آخرش رو هشتایی کنه. یا مثلا آلومینیوم سولفات میگی Al2O3، یعنی دو تا آلومینیوم قراره به سه تا اکسیژن الکترون بده. میبینی یه آلومینیوم دو تا الکترونش داده به یه اکسیژن، آلومینیوم پایینی هم همینطور، اما هر کدوم از این آلومینیوم ها هر کدومشون یه الکترون دادن به اکسیژن وسطی. این سر فلش ها یعنی اکسیژن به سمت اونها حرکت میکنه. این شد داستان ترکیب یونی ما و فرمول نویسی یونی. حالا چرا ما اینا رو می نویسیم؟ چون ما رسانایی اینها دقیقا وابسته، رسانه اینها رو وابسته می دونیم به ترکیب یونیشون. بچه بین این دوتا Ba2 NaCl و Na3P میخوام ببینم کدومشون رساناتره، رسانایی بیشتر داره. میام یونهای سازندش رو مینویسم، Bi دوباره مثبت و آی منفی، میگم Na مثبت و Cl منفی، میگم Na مثبت و Pi سه بار منفی. بعد میام چی کارشون میکنم؟ بعد میام تعدادها رو توی دو سم برابر میکنم. اینجا یه دونه باریوم داریم یک میذارم، اینجا دوتا آی داریم دوتا آی میذارم. بچه یعنی هر یه واحد Bi2 یه واحد و دو واحد، یعنی مجموعاً سه واحد یون تولید کرده. بنویسین جلوش. بعدی اگر یک بذاری یک بذاری یک بذاری، بخوای اینا رو با هم جمع کنی، هر یه واحد NaCl دو واحد یون تولید کرده. آخری بچه ها Na3P، سه تا دونه سدیم داریم، از پشت Na3 میذاریم، برای فسفر یک میذاریم چون یه دونه ازش داریم. اعداد رو با هم جمع میکنیم، میبینیم چهار واحد یون داریم. اگر من بخوام بهت بگم یونهایی که من دارم متناسب با رسانایی الکتریکی منه، بس ترتیب رسانش اینا این شکلی میشه. میشه اولی Na3P که بیشترین یون رو داشت، بعد میشه Bi2 و در نهایت میشه NaCl. بس به خاطر همین ما ترکیبای یونی رو درس میدیم که شما بتونید درک کنید چرا
رسانه‌ای ایجاد می‌کنه و رسانه‌ای ترکیب‌های ایونی با هم فرق می‌کنه. بچه‌ها یه بررسی نهایی بکنید این رو، یه بررسی نهایی بکنید. پس گرفتین چرا ترکیب ایونی می‌نویسیم دیگه. خب اگر بخوام ادامه بدم بحثم رو، به چند سوال می‌رسیم. بریم ما هم سوالا رو بررسی کنیم. میگه شکل زیر تشکیل ترکیب منیزیم اکسید، که الان شما میتونید بنویسین فرمول اینو، منیزیم دوباره مثبت، اکسیژن دوباره منفیه، دو مثبت با دو منفی ساده میشه، میشه MgO. میگه از اتم های منیزیم و اکسیژن نشان میداد با توجه به شکل به پرسش ها پاسخ دهید. بچه یه نکته که اول وجود داره، اونی که کاتیون میشد این بار مثبت رو گولتون نزن، این بار مثبت عملا همون هستشه. ما وقتی میگیم آنیون و کاتیون یعنی الکترون ها داره مبادله میشه. بچه ها الان اون کاتیون من اگر الکترون از دست بده مثبت تر میشه، میبینید شعاعش داره کمتر میشه تو شکل تابلو دیگه، فاصله هسته تا لایه آخر داره کمتر میشه. بس اونی که شعاعش کمتر شده کاتیونه، اونی که شعاعش بیشتر شده آنیون منه. یعنی این الان اکسیژنه، این یعنی منیزیومه. میگه سی و دی را مشخص کنید، دقیقا همینو خواسته. سی شما عملا میشه یون ام جی دوباره مثبته، به خاطر اینکه شعاعش کمتر شده. من تو نکاتم گفتم، گفتم هر چقدر به سمت مثبت تر میریم شعاع کوچیک‌تر میشه. دی من عملا او دوباره منفیه. میگه آرایش الکترونی ذره های سازنده این ترکیب ایونی را مشخص کنید. آرایش الکترونی دو تا منظور میتونه داشته باشه. میگه ذره های سازنده ها، نمیگه خود ایون ها رو بنویسین. یعنی میگه بیا آرایش الکترونی منیزیم 12 و او 8 رو رسم کن. من اینو میام رسم میکنم، لایه اول دو تا، لایه دوم 8 تا الکترون، لایه سوم هم دو تا، ایشون هم لایه اولش دو تا، لایه دوم 6 تا الکترون. اگر آرایش الکترونی بر حسب اصل آفبار رو خوندی، ایشون میشه 1s2 2s2 2p6 3s2. برای این هم میشه 1s2 2s2 2p4. این میشه دسته P، این میشه دسته S. اگر خوندی، اگر نخوندی هم که نیازی نیست. میبینی الان این دوتا الکترون به ایشون میده، خودش میشه دوباره مثبت، این میشه دوباره منفی. از همین طریق هم میتونی روند شکل گیری این ترکیب ایونی رو توضیح بدی. یه دونه منیزیم ما میاد دوتا الکترون لایه آخرش رو میده به یه دونه اکسیژن، اکسیژن میشه دوباره منفی، منیزیم میشه دوباره مثبت. میگه تعداد بار الکتریکی ذره های سازنده منیزیم اکسید را مشخص کنید. ما میدونیم منیزیم چون گروه دوه، دوتا الکترون از دست میده، دوباره مثبت، اسمون دوباره منفی. آیا ترکیب ایونی در مجموع خنثاست با ذکر دلیل؟ بله، به خاطر اینکه منیزیم دوباره مثبت، یه دونه منیزیم دوباره مثبت با یه دونه اس دوباره منفی ترکیب شده، که مجموع بارهای اینا را اگه با هم جمع کنیم میشه 1 در مثبت 2، به علاوه یه دونه اس هم داریم ضرب در منفی 2 که مجموعش میشه 0. از این طریق اثبات میشه. هر وقت بودن اثبات کنید اینو بنویسیم. یه دونه منیزیم داریم تو فرمول که مثبت 2، یه دونه اکسیژن هم داریم که منفی 2، اینا با هم خنثا میشن دیگه، به همین سادگی. سوال خیلی خوبی بود. بریم سوال بعدی. میگه اگر تعداد پروتون های دو اتم X و Y، دقیقا داره همونو میگه، اکسیژن و منیزیم ما میدونیم عدد اتمیشون چیه، کاری نداریم. میگه فرمول ترکیب آنها را همراه با توضیحات بنویسین. بچه دقت کنید، بازم همون داستانه، شما باید این شکلی بگین، بگین اینها دوست دارن، یعنی اونی که هشته دوست داره الکترون هاش رو برسونه به گاز نجیبه بعد خودش. یعنی اگر شما بخواید بیاین آرایش رو بنویسین میشه 2 6، یعنی دو تا الکترون باید بگیره، بس میشه دوباره منفی. اونی که 12 2 8 2، دوست دارین دو تا الکترون رو از دست بده و بشه دوباره مثبت، بس ایشون میشه x من میشه دوباره منفی، y من میشه دوباره مثبت. حالا فرمولش رو بخوای بنویسی در نهایت میشه x y x. باید کاتیون همیشه اول بنویسیم، حواستون باشه. حالا بی چی میگه؟ میگه عدد، میگه عنصری با نماد x در نظر بگیریم در صورتی که تعداد نوترون آن،
یک عدد بیشتر از پروتونش باشه، یعنی n مساوی p به علاوه 1. عدد جرمیش هم 31 باشه، یعنی n به علاوه p باشه 31. میگه عدد اتمیشو مشخص کنید. بچه‌ها دقت کنید، من این پایین بنویسم. یه معادله است، بخوای حلش کنی، به نظر من منطقی اینه به جای نوترون بذاری پروتون به علاوه 1. یعنی اینو اینجا به جای نوترون جایگذاری کن. به جای پروتون هم بذار پروتون مساوی 31. فرمول تسی هم داره، خیلی راحته. کافی بود میبری عدد جرمی رو منهای اختلاف تقسیم بر 2 میکردی. ولی من میخوام کتابیشو براتون برم. یعنی دوتا پی ما میشه 30، پروتون ما میشه چند؟ 15. ما عدد اتمیشو به دست آوردیم. بچه یه نکته خیلی خفن بهتون بگم. وقتی 15 رو به دست آوردین، گاز نجیب همدوره ایشون آرگون 18. یعنی این عنصر من که 15 تا پروتون داره، 3 تا اگر الکترون بگیره به چی تبدیل میشه؟ به گاز نجیب بعد خودش. پس این کارو میکنه. یعنی عنصر ایکس من 3 بار منفیه. حالا میگه در حالت خنسا چند تا الکترون داره؟ بچه ها در حالت خنسا الکترون مساوی پروتونه، یعنی برابر 15. حالا میگه اگر این عنصر به ایون پایدار تبدیل بشه چطور؟ اینا دوست دارن به 8 تا الکترون برسن. شما همیشه سعی کنید با مدل بور نشون بدین. 15 تا الکترون من تو مدل بور میکشم. 2 8 5. این میخواد لایه آخرش رو به 8 برسونه. 3 تا الکترون باید بگیره، بس ایکس ما میشه 3 بار منفی. این عنصر در چه ستونی جای گرفته؟ بچه ها لایه آخرش چند تا الکترون داره؟ 5 تا. بس در ستون یا گروه اصلی پنجم جا داره. دورش هم اگر خواست، چون 3 تا لایه داره، دوره سومه. به همین سادگی میتونید سوال رو حلش کنید بچه ها. خب یه آنالیز نهایی بکنید، بریم سراغ سوال بعدیمون بچه. دقت کنید، میگه پیوند بین اتم‌ها در کدام موارد دیر در اثر به اشتراک گذاشتن الکترونه. بچه شما ترکیب یونی باید آشنایی داشته باشین. اینجا رو نگاه کنید، سی یو داره اولش فلزه، بس یونیه. سی یو داره فلزه، یونیه. آل داره فلزه، یونیه. ما بقیشون به اشتراک گذاشتن الکترونه. اینجوری سوال حل میکنن. دلیلش هم چی شد؟ چون سه ترکیب ترکیب‌های یونی هستن، ترکیب‌های دیگه ما بس باید در اثر به اشتراک گذاشتن الکترون پیوندهاشون تشکیل شده باشه. میگه هر یک از جملات زیر یک غلط علمی داره، اونو پیدا کنید و غلطا رو بنویسین، اصلاحش هم بکنید. میگه معلول آب و شکر به دلیل اینکه شکر پیوند اشتراکی دارد، رسانه جریان الکتریکی نیست. همین. این گفته است، خط بزن روش. ترکیب منیزیم اکسید مانند ترکیب کربن دی اکسید دارای 3 نوع اتم است، برخلاف ترکیب کربن دی اکسید دارای 2 نوع اتمه. ببخشید، همانند کربن دی اکسید 2 نوع اتم داره دیگه، همانندش درسته، 3 نوع اتم نداره. بچه چجوری حساب کردیم؟ کربن دی اکسید 3O2 2 نوع اتم داره، کربن و اکسیژن. منیزیم هم یه منیزیم یه اکسیژن. سی میگه فسفر که نماد علمیش F، نه بچه ها پیه، در خمیر دندان برای جلوگیری از پوسیدگی دندان، اون فلوریده. پس اگر یه غلط بخواییم پیدا بکنید، اینجا بنویسید فلور. فلور بود دیگه، الان درست میگه. فلور که نماد علمیش F است، در خمیر دندان برای جلوگیری از پوسیدگی دندان ها استفاده میشه. چون گفته یه غلط بگیری، من دارم این کارو میکنم. سودیوم با نماد علمی N11، بچه N نیست، NA11، به دلیل اینکه واکنش پذیری بالا دارد، در زیر نفت نگهداری می شود. این هم کاملا درست. آنالیز بکنید، بریم سوال بعدی. سوال خوبیه. میگه کدام یکی از گزینه‌های زیر از کاربردهای کلور نیست؟ استفاده در هیدروکلوریک اسید هست، میکروب کشی هست، ضد عفونی کردن آب سخت هست، اما اسید سولفوریک توی چرم سازی کاربرد داشت. کدام یک از گزینه‌های زیر فلزه؟ بچه‌ها دقت کنید، فلز ما باید چه ویژگی داشته باشه؟ ما بررسی کردیم، فلز ما باید تو لایه آخرش 1، 2 یا 3 تا الکترون باشه. اما جوری دیگه هم میتونی نگاه کنی بهش. تو بیای گروه رو پیدا کنی. مگه من بهت گروه رو یاد ندادم چجوری پیدا کنی؟ میتونی بر اساس اون عمل کنی. ولی بچه‌ها اگر بخواید رسم کنید
ایگرگ 12 لایه اول دوتا، لایه دوم 8 تا، لایه سوم دوتا، چون دوتا الکترون تو لایه آخر داره میشه فلز. کدام ترکیب یونی صحیح نیست؟ لیتیوم اکسید بچه دقیقاً درست نمیشه، این لیتیوم این اکسیده. MnO هیچ اطلاعاتی نداریم. NaF سدیم فلورید درسته، درسته. کلسیم کلورید هم درسته، اگر دقت کنید CaCl2 درست نمیشه، کلسیم دوباره مثبت، Cl یه بار منفیه. تنها ترکیب اشتباه ما MnO که اصلا دلیلش هم برای شما مهم نیست، ولی دقت کنید ایشون یک کاتیون چند ظرفیتی داخل پرانتز باید بارش به شکل یونانی نوشته بشه. کدام ایون به آرایش گاز نجیب رسیده نرسیده است؟ Na که یه الکترون داره رسیده، Mg دوباره مثبت، عین اون چیزی که توی جدول داشتیم، Cl منفی هم همینطور. تنها ترکیبی که نرسیده پی دوباره منفیه که ما میگیم پی سه باره منفی. این حفظی بود یکم، باید توی جدول حفظ میکردیم، اینجا منتقل میکردیم. سوال بعدی که نداریم در مورد آزمایش بچه، بازم یه آزمایش داریم. اینجا داره واکنش جابجایی دوگانه رو میگه، اینم جزو واکنش های حفظیه بچه، باید بدونید به چه شکلیه. یک ضرب پترکیش اگر برداریم، مقدار آب مقطر بریزیم و سرب نیترات در ظرف دیگه هم بلور پتاسیم یودید باشه، اینا رو بخوایم با هم ترکیب بکنیم، واکنش جابجایی دوگانه میده، یعنی جای پتاسیم و سرب با هم عوض میشه بچه، دقت کنید. همین، هیچ حالت دیگه ای نداره. از کاربردهای ایون سدیم داریم که از طریق مصرف نمک خوراکی میاد، اضافهش فشار خون میاره، در حالت محلول و مذاب رسانای، وظیفه ایجاد جریان الکتریکی در مغز، اعصاب و مایچه بدن به ویژه قلبو داره. بعد در مورد یون آهن صحبت میکنه، یون ضروریه، دوباره مثبت، این ضروریه به حفظیه، تو ساختار هموگلوبین نقش داره. هموگلوبین هم گفتیم یک درشت مولکول غیر پلیمریه. گلبولای قرمز از طریق یون آهن، از طریق یونهای آهن اکسیژن از شش جذب کرده به سایر اعضا میرسونن. آهن مورد نیاز هم از طریق غذای پروتئینی گوشت، جگر، سویا و اینها تامین میشه که اینا حفظی همه بچه‌ها. برسیم به پیوند کووالانسی. ما تا اینجا نامگذاری ترکیب‌های یونی رو توضیح دادیم، حالا باید برسیم به نامگذاری ترکیب‌های مولکولی. ترکیب‌های مولکولی دیگه این داستان رو ندارن بچه‌ها، باید شما تعدادشون رو قبل اینکه بخواین اسمشون رو بیارین مشخص کنید. تعدادشون رو با چه پیشوندهایی مشخص می‌کنیم؟ با مونو، دی، تری، تترا، پنتا، هگزا، هپتا، اکتا، نونا و دکا، به ترتیب از 1 تا 10. و دیگه ماهیت پیوند کووالانسی هم میدونید دیگه، از اشتراک گذاشتن، هر پیوند کووالانسی از اشتراک گذاشتن دو الکترون برای رسیدن به آرایش پایدار هشتایی ایجاد میشه و نیروی جاذبه‌ای که بین اتم ها به وجود میاره بهش میگن پیوند کووالانسی. بریم شیوه نامگذاریش رو با هم بررسی کنیم بچه. ما الان اینجا Ni3O داریم، بس چی بنویسیم؟ یه دونه از نیتروژن داریم، طبق جدول مونو نیتروژن تیری. آها، ادامهش این شکلیه. اگر بخوای اسم این بزرگوار رو بنویسی یعنی یودو، دیگه تیری یود نمی نویسی، عین ترکیب های یونی می نویسی یودید. نگاه کن اینجا براتون آوردم تعداد اتم مرکزی به غیر از مونو به علاوه نام اتم مرکزی، یعنی که اول نوشته بعد تعداد اتم های متصل رو بر حسب مونو دی تیری تترا می نویسی، به علاوه ریشه نام اتم متصل که اینجا یود ما باشه به علاوه اید، میشه مونو نیتروژن تیری یودید. ولی مونو غلط اولش، یادتون باشه هیچ وقت مونو اول اسممون نمیاد. بعدی رو با هم نامگذاری کنیم بچه، بعدی رو نامگذاری کنیم. دی کلورو، دو تا کلور داریم، 5 تا اکسید، پنتا اکسید، اینم از این. دقت کردین؟ اون ترکیبی که اون اتمی که به اتم مرکزی ما اصطلاحا یعنی کلور متصل بود آخرش اید گرفت. بعدی بچه ها گوگرد، مونور هم نمی نوشیم اول دیگه، اوکی؟ تترا فلورید، این یکی میشه زنون. تعجب نکنید زنون توی شرایط خاص و توی موقعیت های خاص هم یه سری ترکیبات داره با ترکیبای نظیر فلور یا اکسیژن. زنون دی فلورید. بچه ها دقت کنید یه نکته ای که وجود داره، اگر ترکیبی شبیه CO داشتین میگین کربن مونو اکسید، مونو وسط ترکیب میاد اولش نمیاد، اول ما مونو نداریم. حالا همین ببینید چقدر آسونه،
بس این مونودیتریتت را فقط واسه ترکیب مولکولی یا اگر اولش دیدی فلزه ترکیب یونی و نامگذاری یونی انجام میدی. اینجا مثالای منو ببینید. نیتروژن تریکلورید، گوگر دیوکسید، برلیوم دیسلنید و دیفوسفور و پنتاکسید. میخوایم فرمولشون رو بنویسیم. بچا نیتروژن گفته اینو بنویس. هیچی نیاورده قبلش، یعنی مونو داریم. تریکلورید سه تا کلور NCl3 یا مثلا گوگر دیوکسید، گوگرد اول می‌نویسید، دو تا اکسید یعنی دو تا اکسیژن SO2، برلیوم دیسلنید واسه خودتون، دیفوسفور و پنتاکسید دو تا فسفر، 5 تا اکسید. به همین سادگی میشه نامگذاری مولکولی انجام داد. بچه‌ها اغلب ترکیب‌های مولکولی در آب بهش فقط حل میشن، اصلا هیچ تفکیکی ما عملا نداریم برای اینها. در مورد ساختار الکترون نقطه‌ای هم اگر می‌خواید اطلاعات داشته باشین خوب حواستون رو بدین به من. پیوند کووالانسی که گفتیم حاصل اشتراک یک جفت الکترونه، ممکنه بیشتر از یه دونه الکترون هم به اشتراک بذارن اینها، اوکی؟ ولی ما چجوری نشون میدیم بچه ها؟ اولا اصلا ساختار الکترون نقطه‌ای چیه؟ چی کار باید بکنیم براش؟ ما گفتیم اینا یه گروهی دارن دیگه، مثلا گروه یک، گروه دو، گروه سه، چهار، پنج، شیش، هفت و هشت. بچه اینا بر اساس شماره گروهشون تو لایه آخرشون الکترون دارن و ما توی مدل الکترون نقطه‌ای میایم نمادشون رو می‌نویسیم. واسه نمادشون 4 تا سمت در نظر می‌گیریم، شمال، شرق، غرب، جنوب. بعد دونه دونه الکترون‌ها رو پر می‌کنیم. یه الکترون که تو 4 سمت پر شد میریم سراغ دومین الکترون. خوب دقت کنید به نوشتار من. مثلا اینجا Na داریم، یه الکترون بیشتر نداره، با این نقطه نشون می‌دیم. اینجا مثلا منیزیم دوتا الکترون داره، این شکلی نشونش میدی. دقت کردین؟ نمیام الکترون ها رو جفت نمی نویسم، اول تک الکترون به هر سمت میدم بعد جفتشون میکنم. مثلا اینجا آلومینیوم سه تا الکترون داره، 1 2 3. اینجا کربن 4 تا، 1 2 3 4. برای مثلا نیتروژن 1 2 3 4 5. دقت کردین؟ اول اومدم به هر سمت یه الکترون دادم، بعد سمت آخر پر کردم. الان میتونید درک کنید چرا نیتروژن با هیدروژن سه تا پیوند داره، چون سه تا جای خالی داره و این سه تا جای خالی رو میتونه با الکترون های مربوط به هیدروژن پر کنه. اوکی؟ حالا در ادامه ما چی داریم اینجا؟ گروه 16 اصلی یا گروه 6 شما؟ اینو باید چی کارش کنیم؟ مثلا اکسیژن یه الکترون، دو الکترون، سه الکترون، 4 تا، 5 تا، 6 تا. دو تا جای خالی داره، بس پیوند دوگانه میده به جز در ساختار CO بچه و NO که اینها پیوندشون سگانه است، که اینا رو به نظر من حفظ بشین خیلی بهتره، همچین ساختاری داره. در آینده در موردشون بیشتر میشنوید. برای گروه 17 مثلا فلوور 1 2 3 4 5 6 7، 7 تا الکترون داره، میبینید 3 تا الکترونش جفت شده است. جفت شدن الکترون ها یعنی نه دیگه دوست ندارن بیشتر از این الکترون بگیرن. یه تک الکترون داره که یعنی یه دونه پیوند میده. و توی گروه 8 هلیوم با اینکه دو تا الکترون داره ولی الکتروناش جفت شدن، و جفت شدن یعنی این دیگه تمایلی به پیوند دادن ندارد. اما مثلا آرگون 1 2 3 4 5 6 7 8، دیگه من میدونستم 8 تا الکترون داره، همینجوری پشت سر هم نوشتم دیگه. و این چون الکترون هاش جفت شده است تمایلی به پیوند نداره. حالا کتاب درسی شما چی گفته؟ کتاب درسی شما اومده اینو گفته بیاین مثلا ساختار CO2 رو این کارو بکنید. اگر میخواین بگین CO2 چه جوری تشکیل میشه، بیاین یک کربن بنویسید 4 تا الکترون بذارید و اینجا هم اکسیژن 6 تا الکترون داره، این 6 تا الکترون داره، این اکسیژن هم همینطور، اینم این بعد. بعد میگن خب این تک ها رو با هم جفت کنید، یعنی این میاد با این پیوند میده، این هم میاد با این پیوند میده، این میاد با این پیوند میده، این هم میاد با این پیوند میده، و الان ساختار کلیش این شکلی میشه، این شکلی میشه، این شکلی میشه. شما این ساختار رو داریم به عنوان CO2. اما بچه‌هایی که ساختار لیست رو در حد پیشرفته از من میخوان میتونن بخش دومه
شب امتحان شیمی دهم رو ببینن و واقعا رو ساختار لوئیس مسلط بشن. اصلا همون ابتدا در مورد ساختار لوئیس حرف میزنم، بحث میکنم و شما وقتی ببینید کاملا درک میکنید چرا این اتفاقات افتاده. پس این میشه بحث الکترون نقطه‌ای ما. البته میگم کتاب درسی در همین حد اکتفا کرده به اینکه شما مثلا اینو حفظ باشین، اینو حفظ باشین، اینو حفظ باشین، بدونید آب خمیده است، بدونید اکسیژن پیونده بینش دوتاییه و سه تا ترکیبم براتون آورده. به این میگه متان، به این میگه اتن، به اینم میگه اتین، که اینا هیدروکربونن و ترکیب مولکولی هن. میگه اینا رو حفظ باش. ویژگی هاشون هم که میدونید رسانه ضعیفی دارن، ذوب و جوش پایینی دارن، در آب معمولا در آب حل نمیشن و اگر هم حل بشن رسانه معمولا ایجاد نمیکنن. اینا همه معمولا میگیم که بعداً راه فرار بذاریم توی دهم کاملا براتون توضیح بدیم، چون اینجا واقعا نصف ناقص گفته میشه. این هم در مورد ساختار الکترون نقطه‌ای بود. میبینید مثلا کلور با کلور هم میبینید یه دونه تک دارن، این دوتا کنار هم قرار میگیرن و با هم جفت میشن. یا مثلا توی آب یه دونه تک هیدروژن داره، یه دونه تک یک هیدروژن داره، اینا کنار هم قرار میگیرن. هدف چیه؟ که دور و بر هر اتم با احتساب الکترون هایی که تو پیوند به اشتراک گذاشته و الکترون هایی که گرفته 8 داشته باشه. البته هیدروژن 8 نمیشه چون اصلا هدفش 8 نیست. و در نهایت بچه ها میرسیم به بحث موازنه، بحثی که خیلی از بچه ها اشکال دارن. خوب حواستو جمع کن، خوب حواست. چقدر شد مهندس اینجا؟ 56 دقیقه از کلاس گذشته. من این بحث آخرم بگم و جمع و جورش کنم. یکی از مهمترین مباحثه. دانش آموزای 12 هم مشکل دارن بچه. پس اگه از الان مشکل داریم براتون درکش سخته، من حس میکنم بد یاد گرفتیم. حواس و تمرکزت کلن باید پیش من باشه. یک بچه ها، ما از مولکول شروع میکنیم برای موازنه؟ نه، ما از اتم شروع میکنیم. یعنی یه اتم رو انتخاب میکنیم، قاعدتا این اتم داخل یه مولکول دیگه، این اتم ما داخل یک مولکول قرار گرفته، غیر این که نیست. مثلا اگه من اتم فلور رو بخوام انتخاب کنم، فلور داخل این مولکول قرار گرفته، بس از این باید شروع کنم. حالا چجوری اتم شروع کننده موازنه رو پیدا کنم؟ یک، باید در دو سمت ترکیب حد اکثر یه جا تکرار شده باشه. یعنی چی بچه ها؟ الان نگاه کنید، من میخوام فلور رو انتخاب کنم. فلور اینجا یه جا تکرار شده، اما تو سمت فراورده توی دو تا ترکیب تکرار شده. بس من از فلور نمیتونم استفاده کنم. بچه که ریاضیشون خوبه میدونن چرا نمیشه استفاده کرد. چون تو میخوای یه حدس و آزمایش بزنی، سه تا مجهول با یه معادله حل کنی. نمیشه حتی با حدس و آزمایش سه تا مجهول با یه معادله حل کرد. پس این فلور میمونه آخر سر. فلور اصلا گزینه خوبی نیست. اگر دیدیم مثلا بقیه اتم ها شرایط یکسانی دارن، الان دقت کنید، کلسیوم، سیلیسیوم و اکسیژن شرایط یکسانی دارن، میگیم خب در این حالت باید چه کار کنیم؟ در این حالت باید چه کار کنیم؟ باید بیایم بگیم اتمی که تک و تنهاست آخر موازنه شود. یعنی چی بچه ها؟ این N2، O2، BR2، نمیدونم AL، اینا رو میتونی آخر سر موازنه کنی. که الان مثلا تو ترکیب اول ما همچین چیزی نداریم، اما تو ترکیب دوم داریم. نگاه کنید O2، این O2 چون اکسیژن تو یکی از ترکیب ها به شکل تک و تنها ظاهر شده، به همین خاطر ما میتونیم اکسیژن رو آخر بذاریم برای موازنه، خود اکسیژن ها. و سومین بخش، اگر دیدیم چند تا اتم شرایط A و B رو رعایت میکنن، شرایط C ما این میشه اتم بیشتر در ترکیب پیچیده تر. خیلی وقتا بچه یهو میان قاعده سوم رو یاد میگیرن، این اشتباهه بچه. اگر قصد دارین که اون روند ستا یه سگانه یه پیدا کردن اتم رو رعایت نکنید، بهتر نبینید ادامه این کلیپ، همینجا تموم بشه و ما خدافظی کنیم. کسی که دوست نداره اینو یاد بگیرن میتونن همینجا با هم
خدافظی بکنیم یا روش‌های دیگه‌ای که دارم من بهش میگم روش مندرآوردی ABCD، این ریاضی نیست که، این شیمیه دیگه و تو باید تو زمان کم بتونی اینو یاد بگیری. از الان اگه یاد بگیری با ABCD موازنه کنی همینجوری میمونه برات، اصلا اشکال نداره. کسی که اعتقاد داره، من همیشه توی تدریس همین شکلی هستم، شما اعتقاد داری روش تو بهتره، با روشت برو، مشکلی نداره که. من سعی میکنم تجربیات خودم برای خودم حفظ کنم. مثلا اگر اصرار داری روش غلط خودت به همون جهالتت ادامه بده، تازه سال کنکور مراجعه میکنی میفهمی که چه اشتباهی کردی، سال دهم مراجعه میکنی میفهمی چه اشتباهی. پس بچه‌ای که دوست دارن یاد بگیرن، اون همراه باشن. بچه‌ها الان نگاه کنید، همه اتم‌ها غیر فلور برای شروع کردن موازنه خوبن، اما ترکیب پیچیده‌تر من اینه، CaSiO3. قاعده B هم همه رعایت میکنن، هیچ اتمی وجود نداره که تک و تنها باشه، همه توی ترکیبن، توی Si توی ترکیب، کلسیم توی ترکیب، هیدروژن اکسیژن توی ترکیب. پس باید برم سراغ قاعده سوم. بچه ها تو ترکیب پیچیده تر من کدوم اتم تعدادش بیشتره؟ کلسیوم یه دونه است، سیلیسیوم یه دونه است، ولی اکسیژن سه تایه. بس از اکسیژن شروع میکنم، به غیر از اول موازنم جای دیگه دو جا پشت گونه ها یا ذرایب خودم رو دو جا قرار نمیدم همزمان. یعنی چی؟ یعنی الان فقط اول موازن است که من میتونم اینجا و اینجا همزمان عدد قرار بدم. در ادامه موازنه دونه دونه پیش میرم. دقت کنید بچه‌ها، الان این بر اکسیژن چند تا؟ سه تا. یک اینجا بذار، اون برم باید سه تا دونه اکسیژن داشته باشی. دیگه حق نداری ذرایبت رو تغییر بدی یا مگر شرایط خاص که توضیح میدم. الان اینجا نمیتونی دو جا عدد بذاری، باید یه جا عدد بذاری. از کدوم اتم ادامه بدیم بچه‌ها؟ هم الان کلسیم میتونی موازنه کنی، چون اگه اینجا یک بذاری کلسیم موازنه میشه. هم میتونی از سیلیسیم استفاده کنی که یه دونه است اینور یه دونه اس آی داریم، موازنه میشه. حالا میتونیم هیدروژن هم موازنه کنیم. بچه ها 3 2 تا 6 تا هیدروژن این برداریم، یه 6 هم باید اینجا بذاریم، موازنه ما تکمیل شد. فلور خود به خود موازنه شد، 1 ضرب در 2 1 ضرب در 4، مجموع فلور سمت راست 6، سمت چپ هم 6. بریم یه موازنه دیگه بکنیم. بچه ها C هاش و O دارم، از کدوم ها شروع نکنم؟ اکسیژن دو جا تکرار شده سمت راست، بس اکسیژن رد میشه. تازه اکسیژن تک و تنها هم هست، بازم رد میشه. میام چی کار میکنم؟ میام میگم خب بچه ها از کربن شروع کنم یا هیدروژن، چون این ترکیب پیچیده تر منه. میگم خب از هیدروژن شروع کنم چون تعداد بیشتری داره. ضریب 6 زیروندش 6 زیروندش 2، یه 1 اینجا میذارم، یه 3 اینجا میذارم، 3 2 تا میشه 6 تا، 1 6 تا میشه 6 تا. عددهایی که اینجا میذاریم باید جوری انتخاب بشه که اون اتم مورد نظر ما تعدادش توی دو سمت با هم برابر بشه. بعد میرم سراغ کربن، سه تا کربن این ور دارم، باید یه سه اینجا بذارم تا عملا کربن منم موازنه بشه. حالا میرسم به اکسیژن، این ور چند تا اکسیژن دارم بچه ها؟ سه تا، این ور شیش تا، جمع کنم میشه نه تا. بس من یه عددی باید اینجا بذارم که ضرب در دو بشه نه، یه ایکسی باید اینجا بذارم که ضرب در دو بشه نه، ایکس من چقدر میشه؟ میشه نه دوم، که این غلطه، نباید نه دوم بشه، باید ضریب موازنه من کوچکترین ضریب مثبت غیر کسری بدون تغییر زیروند اتم ها باشه. کوچکترین یعنی چی؟ یعنی اگر دیدی ضرایب تو 2 2 4 شد و دیدی هر سه تا ضریبت به دو بخش پذیره، به دو تقسیمشون کن. مثبت که معلومه، ضریب منفی معنا نمیده. غیر کسری یعنی که اگر کسری اومد کل این ضرایب رو ضرب در یک عددی بکن که مخرج این کسر از بین بره. مثلا اینجا اگر من کل موازنه رو ضرب در 2 بکنم، به ترتیب ضرایبم میشه 2 9 6 6 و بدون تغییر زیروند. یعنی نبینم دانش آموزی مثلا اینجا 6 تا هاش اف داریم، بنویسه هاش 6 اف 6، این کاملا غلطه، تو ماهیت رو زیر سوال بردی. بریم سراغ موازنه بعدی که توش نکته مهم داره. بچه دقت کنید، ما الان اینجا از آی و او شروع نکنیم. چرا؟ چون تک و تنها هن. از طرف دیگه از بقیه میتونیم شروع کنیم چون یه جا تکرار شدن و قواعد رو رعایت کردن. بچه ها الان اینجا از چی شروع کنیم؟ از کلور که در ترکیب پیچیده‌تر تعداد بیشتری داره.
اینجا زیروند کلور 4، اینجا زیروند کلور 3. من باید اعدادی رو به عنوان ذرایب انتخاب بکنم که تعداد کلور رو با هم برابر کنه. میدونی من چی میگم؟ میگم هر وقت دیدی زیروند یه دونه اتم زوجه، همین اتم زیروندش اونور فرده و عدد فرد غیر یک باشه، حواست باشه، مثلا 3 باشه، 5 باشه، 7 باشه، میای ذرایب تو میای زیروند تو ضربدری به عنوان ذرایب گونات قرار میدی. یعنی چی؟ این مگه زیروندش 4 نیست؟ ضریب اینو 4 بذار. مگه این زیروندش 3 نیست؟ ضریب اینم 3 بذار. الان 3 4 تا 12 تا، 4 3 تا هم 12 تا، کلور ما موازنه شد. بچه بعد الان میتونم بگم این ور 3 تا تیتانیوم دارم، این ورم یه 3 بذارم، تیتانیوم هم موازنه میشه. بعد برم سراغ کدوم اتم، اکسیژن یا یود، فرقی نمیکنه. من میرم سراغ اکسیژن، 3 2 تا 6 تا، اینجا هم یه 3 بذارم موازنه میشه. از طرف دیگه یود هم اینجا 4 تا، یه 2 بذارم، 2 2 تا هم میشه 4 تا، موازنه من تکمیل شد. شاید خیلیاتون اول فکر میکردین موازنه خیلی سنگینه، موازنه آخرمون که باز هم بچه‌ها فکر میکنن خیلی سنگینه. بچه‌ها همین اول نیتروژن رو موازنه نکن، اکسیژن هم موازنه نکن. تازه اکسیژن توی این سمت 3 جا تکرار شده، خیلی فوله، اصلا دیگه موازنش نکن. تو ترکیب پیچیده‌تر به غیر از نیتروژن و اکسیژنی که حذف شدن، کدوم اتم رو میتونی استارتر در نظر بگیری؟ هیدروژن. بس از هیدروژن شروع میکنی، اما از مولکول شروع میکنی ها، یعنی برای کل این مولکول باید در نظر بگیریم حرفایی که زدیم. اینجا یه 5 داریم، اینجا یه 2 داریم، بازم زیروند فرد، زیروند زوج. بس اینجا یه 2 قرار میدی، اینجا یه 5 قرار میدی، هیدروژنت موازنه میشه. حالا باید یه جا یه جا عدد بذاری. خب این ور 6 تا کربن داریم، این ور 6 میذارم موازنه میشه. چند تا نیتروژن داریم بچه‌ها؟ 2 ضرب در 1 ضرب در 3. این زیروند 3 در انم ضرب میشه، حواست باشه. یعنی عملا این ور من 6 تا نیتروژن دارم، یه 3 اینجا میذارم. اکسیژن چند تا دارم بچه‌ها؟ دقت کنید، این خیلی مهمه. این تیکه 2 3 تا 6 تا، 6 3 تا 18 تا، یعنی این ور 18 تا اکسیژن دارم، این ور چند تا اکسیژن دارم؟ 6 تا 12 تا با 5 میشه 17 تا اکسیژن دارم. یعنی من الان از جون این اکسیژنم، این O2 من چند تا اکسیژن میخوام به من میگین؟ یه عددی باید ضرب در 2 شود که بشود یه دونه اکسیژن، که این یه دونه اکسیژن با این 17 تا اکسیژن با تعداد اکسیژن های اونور برابر بشه. یعنی X من میشه چقدر بچه ها؟ 1/2. و بعد به عنوان تکلیف همه این رو باید ضرب در 2 بکنیم تا این مخرج 2 تو 1/2 آخر حذف بشه. همه ضرایب رو ضرب در 2 میکنیم. بچه یک هم بنویسین، اگر ضریب 1 داشتین اون هم بنویسین. این موازنه خیلی خفنی بود، حتما یه بار دیگه بعد اینکه کلیپ به اینجا رسید ببینید، این برگردیم و ببینید این موازنه رو. بچه قانون پایستگی جرم رو داشتیم تو موازنه بررسی میکردیم. قانون پایستگی جرم چی میگه؟ میگه اگه ظرف سروسته باشه، مجموع جرم واکنش دهنده با مجموع جرم فراورده برابره. یعنی 77 به علاوه علامت سوال باید بشه 196. به این میگن اصل بقای جرم. واکنش دهنده هر جرمی دارن، فراوردهامون هم همون جرمو دارن، جمعشون بخوای حساب کتاب کنیم چه 196 منهای 77 16 و 7 چقدر میشه؟ 9. یه 1 به این برداده میشه 8، میشه 119، میشه گزینه پ. همیشه هر سوالی بهت داره همینجوری میتونی حلش کنی به راحتی. اینم بچه خودتون لطفا حلش کنید. همه بحثا رو گفتم، مثلا پیوندی که بر بین اتم های دو نافلز وقتی برقرار میشه میشه کووالانسی یا اشتراکی. نمیدونم عناصری که در یک ستون جدول تنبیه قرار دارن تعداد الکترون های لایه ظرفیت برابری دارن، ذرات تشکیل دهنده شکر مولکولیه. اینم وظیفه‌شو که بریم ببینید، بیاین بررسی کنید بچه ها درست یا نادرست بودن. چگالی تخم مرغ از آب معمولی بیشتره چون میره ته ظرف، بنابراین بر روی آب شناور نمیمونه، میره ته ظرف. این غلطه. ترکیبای یونی در مجموع دارای بار الکتریکی خنسا هستند، اینم غلط. کاد کبود در ساختمان خود دارای فلز آهن، خیر، دارای فلز مس. در مولکول نیتروژن اتم های نیتروژن با 3 پیوند کووالانسی به هم متصلن. بله ما دیدیم پیوندشون سگانه بود، میبینید 3 تا پیوند داره، ایشون درست. میگه مدل مولکولی کدام یک از ترکیبات زیر؟ غلطه بچه‌ها، خوب دقت کنید.
باید بررسی کنید کربن شما باید 8 تا الکترون دور و بر خودش داشته باشه یا 4 تا پیوند. بس هر اتم به جز هیدروژن باید 4 پیوند یا به طور کلی 8 الکترون داشته باشه دور و بر خودش. دلیلش اینه. حالا بیا بررسی کن این کربن 2 4 6 8 تا الکترون داره، اینم 8 تا الکترون داره، اینم این تیکه مشکل داره. چرا این تیکه مشکل داره بچه؟ خوب دقت کن. این تیکه هم اوکی، اینم 4 تا، اینم 4 تا. بریم بغلی، بس بغلی مشکل داره. الان بچه یه دونه پیوند، 2 تا 3 تا 4 تا، دوگانه رو 2 تا در نظر بگیر. اینجا 1 2 3 4 تا، اینجا آها این تیکه رو خوب دقت کن. دور بر کربن چند تا الکترون می‌بینی؟ 5 تا پیوند 10 تا الکترون، نمیتونه 10 تا الکترون داشته باشه، بیشتر از 8 تا برای شما غلطه. اینم از این. در ادامه یه سری سوالات تشریحی داریم بچه، اینم بررسی کنید. حتما من نمونه سوال براتون آوردم، بازم سوال تشریحی. میگه حجم اتم سدیم و ایون سدیم را مقایسه کنید. بهتون توضیح دادم وقتی که داره کاتیون میشه یک لایه الکترونیش از دست میده، یک لایه الکترونی از دست میده. چون یه لایه الکترونی از دست میده بس Na مثبت حجم کمتری نسبت به Na داره. چرا؟ چون Na مثبت با از دست دادن یه الکترون یه لایه کم میکنه. سوال بعدی میگه اتم A به ایون A 3 بار مثبت، بس Aمون 3 بار مثبت، و اتم B دوباره منفی تشکیل میده. میگه این دو ذره با هم چه ایونی تشکیل میدن؟ فرمول ایونیشو بنویس. 3 میشه زیروند B، 2 میشه زیروند A. یاد گرفتیم میشه A2B3. هر گزینه که A2B3 بود جواب درستمون میشه. میگه هر مولکول متان به ترتیب از راست به چپ دارای چند اتم؟ متان بچه این شکلی بود CH4. چند تا اتم داره؟ 5 تا. چند تا پیوند کووالانسی داره؟ 1 2 3 4. 4 تا. چند نوع اتم داره؟ 2 نوع اتم، کربن و هیدروژن. 5 4 2، گزینه 3 درسته. پاسخ دکتر توضیح بده. به همین طریق شکل رو میکشی، دوره هر کدوم از پیوندها رو خط میکشی و راحت سوال رو حل میکنی. بیا اینجا میگه فرمول ترکیب متشکل از عناصر زیر را بنویسین. بچه دقت کنید، من میام مثلا از SA رو S شروع میکنم. استرانسیوم گروه 2 میشه 2 بار مثبت، S گروه 16 میشه 2 بار منفی، با هم خنثا میشن، ترکیب کلی میشه SRS. یا مثلا Cu مثبت و O 2 بار منفی، Cu مثبت O 2 بار منفی، این 2 میاد میشه زیروند Cu، 1 میاد میشه زیروند اکسیژن که در نهایت میشه C2O. یا مثلا این ترکیب Mg، اینو براتون نوشته بودم توی مثال های خودم، Mg3N2. اینو دلیلش خودتون بگین. الف و ب هم در سطح شما نیست بچه، نیاز به حل کردن ندارین. بازم یه سوال تشریحی داریم که الف و ب و پ و لطفاً توضیح میدین و اینا باید توضیح داده بشه. ولی حالا بخوایم بررسی کنیم پیوند میان اتم های نافلز کووالانسی یا اشتراکیه، پیوند میان اتم های فلز و نافلز یونیه، برخی از ترکیبات متشکل از هر دو پیوندن. پیوند کووالانسی یونی و تعاریف کتاب و اونایی که بلدن رو حتما یاد بگیریم. بچه براتون آرزوی موفقیت و سلامتی دارم. این هدیه من بود برای شما نهمی ها. حالا به هر ترتیب خب دیدی که نسبت به نهم دارم دیده بالاتری از نهمه. طبیعتا یه سری نکات شاید توی صحبت هم جا افتاده باشه و این طبیعیه، چون شوخی که میکنمش با بچه ها میگم که من تالا کتاب نهم دیدم ولی از نزدیک که بخوام لمس کنم فیزیکی ندارم. همین حد بوده که فقط پی دی اف کتاب رو چند باری نگاه کردم ببینم سرفصلاش چیه. بس یه لطفی بکنید حتما یه دورم کتاب رو نگاه کنید، ولی میتونم بر اساس چیزی که حس میکنم از یک مبحث، نحوه گفتار اون مبحث و پوشش این سوال هایی که موجود بوده، حداقل کاری این بود که من برم
سوالهای موجود رو بیام و بررسی بکنم که سعی کردم سخت‌ترین سوالاتی که برای نهمی آماده شده بود، مثلا مدرسه سرای دانش یا مثلا مدارس برتر رو بیام بررسی بکنم. ازتون خواهش میکنم که حتما این محتوا رو به دوستانتون که تو این فضای حالا مدت کرونا تدریس خوبی براشون انجام نشده بفرستین، بذارین که لذت ببرن از این تدریس و بتونن این نمره خیلی خوب بگیرن. من بهتون یه قول و قراری داده بودم بابت اینکه کلیپ رو حتما براتون آماده میکنم و این کار رو کردم. شما باید من قول بدین که بریم با تمام وجودتون تلاش کنید و یه نمره 20 رو کسب کنید. حتما بعد امتحانتون توی دایرکت پیج شیمی سخت نیستین، پیجی که این بغل تلگرام هم هست، حتما به من نتیجتون رو بگین که چطور بود این کلاس، چقدر براتون مفید بود و اگر مفید بوده حتما به بقیه دوستاتون توصیه بکنید که این رو ببینن اگر امتحانشون بعد امتحان شماست. بچه خیلی دوستتون دارم، منتظر انرژی های مثبتتون هستم. فعلا خدا نگهدارتون.